تشدید مخاصمات در بنبست برجام. نگرانی از چشمانداز وضعیت رژیم در بنبست برجام به مخاصمات درون رژیم دامن زده است. کیهان خامنه‌ای روز 19 شهریور با حمله به معاون روحانی و صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم که گفته بود اگر آمریکا از برجام خارج شود رژیم با کشورهای اروپایی به اجرای آن ادامه خواهد داد، نوشته است چه اتفاقی افتاده که آمریکای همه کاره شده هیچ کاره و اروپا هم دیگر آقا اجازه آمریکا نیست، آن هم به خاطر ما؟ اینها سوالهای مهم دیگری هستند که به نظر می‌رسد دولت باید با آن پاسخ دهد. کیهان خامنه‌ای با نگرانی می‌نویسد حالا اگر کت خدا به هر دلیلی رسماً زیر برجام بزند آیا این آقا اجازه ها به آن پایبند خواهند ماند؟ پاسخ به این سوال هم روشن است. خیر. این سه کشور اروپایی هرگز نخواهند گفت برجام را قبول ندارند، چرا که برجام برای غرب یک گنج استراتژیک است. غرب با رصد کردن مواضع برخی دولت مردان کشورمان به این نتیجه رسیده که با استفاده از این برجام می شود توان موشکی نظام، مقاومت و بازوی قدرتمند نظام در منطقه را هم گرفت. آنها برجامی را که توان موشکیمان را تضعیف و مقاومت را در منطقه زمین نزده باشد را کامل نمی دانند. کیهان خامنه‌ای با ابراز وحشت از چشمانداز تشدید تحریم‌ها با حمله به باند رقیب نوشته است کمتر از 2 ماه دیگر مادر تحریم‌ها از راه می‌رسند، تحریم‌هایی که همه بلا استثناء به آن رأی دادند و فدریکا موگرینی نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای هم آن را نقض برجام نمی‌داند. تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی در راه هستند و دولت همچنان در حال بزک کردن برجام. در حالی که بهزاد نبوی یک عضو باندهای فاشیستی از شرکای روحانی با حمله به مخالفان این باند گفته است برخی عوام فریبی می کنند که دستاوردهای برجام کجاست و منکر قولهای روحانی برای گشایش اقتصادی و برداشتن تحریم ها شده و می گوید در حالی که برجام فی نفسه کاری نمی کند بلکه جاده ای را آماده می کند تا در آن مسیر حرکت کنیم. رویداد 24 19 شهریور. علی خرم از مشاوران ظریف و فرستادی پیشین رژیم در مقر اروپایی ملل متحد تصویر تیره‌ای برای نظام از راهبرد جدید آمریکا ترسیم کرده و از جمله نوشته است یک راهبرد جدید در خصوص توافق هسته‌ای تدوین شده که به جای نابود کردن توافق هسته‌ای آن را تقویت می‌کند. باید گفت دولت آمریکا می‌خواهد بدترین پیشنهاد را با حداقل نقض قوانین بین المللی ارائه کند. می‌خواهد با حداقل هزینه و در بدترین شکل ممکن پیشنهادی ارائه دهد. هدف آمریکا سختگیری‌های بیشتر و تنگ کردن این حلقه است. آمریکا به دنبال آن است تا حلقه محاصره اطراف نظام را تنگ‌تر و شرایط را سخت‌تر کند تا اینکه از دید ترامپ نظام نتواند تکان بخورد. جهان صنعت 19 شهریور.